سرخط خبرها. هشدار جنرال عتیق‌الله بریالی به طالبان. پیشروی طالبان در پنجشیر به شکست مواجه شد. حمله خونین انتحاری بالای نیروهای امنیتی پاکستان. حمله داعش در عراق جان 7 پلیس را گرفت. نخست وزیر سابق بریتانیا: خروج امریکا از افغانستان احمقانه بود. بسم الله محمدی، وزیر دفاع سابق افغانستان، گفته است به زودی تمام نیروهای کماندویی که با اسلحه های دست داشته خود در کشورهای همسایه عقب نشینی کرده بودند، با چرخبال های سابق نیروهای کشور برای آغاز جبهات جدید در مقابل ترورستان پاکستانی دوباره در ولسوالی های شمال کشور فرستاده و جابجا می شوند. و همچنان در پایان، حمایت همه جانبه دوستم و فامیلش از مقاومت دوم در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. جنرال عتیق‌الله بریالی، یکی از جنرالان سابق نیروهای مسلح افغانستان، به طالبان هشدار داد. عتیق‌الله بریالی، چهره مشهور نظامی در افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشت: وطنداران عزیز، برای فامیل خود دلسوزی کنید. لطفاً جهت اشغال داخل پنجشیر نشوید که نابود می شوید. وی گفت که حالا در مقابل شما حکومت غنی نیست. تکتیک جنگ را متخصصین طرح می ریزن. عقب نشینی های تکتیکی به صورت حقیقی آن اجرا می شود. پیش از این در یک عقب نشینی تکتیکی جبهه مقاومت نصف نیروی دشمن کشته و نصف دیگرش اسیر گرفته شد. گفتنی است که جنرال عتیق‌الله بریالی در جنگ های چریکی از مهارت خاص برخوردار بوده و در سابق نیز مسئولیت یکی از جبهه ها را در شمال کشور در مبارزه علیه طالبان به عهده داشت. پیشروی طالبان در پنجشیر به شکست مواجه شد. پیشروی طالبان به سمت روستای دشتک در پنجشیر به ناکامی مواجه شد. یک منبع این خبرگزاری از ولایت پنجشیر میگوید که پیشروی طالبان به سمت روستای دشتک به شکست مواجه شده است. در همین حال گفته می شود که نزدیک به 1000 افراد طالب از کوتل خواک به سمت پریان در حاضر در محاصره قرار دارند. طالبان بدخشان که از کران منجان آمده بودند، در قسمت کورپه پریان در حال جنگ هستند. از سوی هم 20 زنجیر تانک طالبان نیز در قسمت خنج در محاصره قرار دارند. پیش از این فهیم دشتی، سخنگوی جبهه مقاومت، در تویترش درباره درگیری های پنجشیر نوشت: حدود 600 ترورست طالب از بامداد امروز در نقاط مختلف پنجشیر کشته شدند. حمله خونین انتحاری بالای نیروهای امنیتی پاکستان. در پی حمله انفجار بالای نیروهای امنیتی پاکستان 23 تن کشته و زخمی شدند. شبکه‌های خبری پاکستان اعلام کرده است که حمله انتحاری به نیروهای امنیتی پاکستان صبح امروز 3 کشته و 20 زخمی بر جای گذاشته است. بر اساس این گزارش‌ها، این حمله در شهر کویته صورت گرفته است. جزئیات بیشتر در مورد این حادثه تا کنون در دست نیست. نخست وزیر سابق بریتانیا: خروج امریکا از افغانستان احمقانه بود. جان میجر، نخست وزیر سابق بریتانیا، با انتقاد از تصمیم امریکا خروج نیروهای خارجی به رهبری ایالات متحده از افغانستان را احمقانه خوانده است. روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از آقای میجر نوشته است که خروج نیروهای امریکایی از خاورمیانه ناگهانی و غیر ضروری بود، که این اقدام حداقل برای یک عمر، یعنی لکه بر اعتبار غرب خواهد بود. وای تصمیم خروج از خاورمیانه را اشتباه اخلاقی و عملی خوانده و ناتوانی در خارج ساختن تمام افغانهای همکار لندن را حرکت شرم‌آور توصیف کرده است. پیشتر تونی بلیر، نخست وزیر ازبق بریتانیا، نیز از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان به تندی انتقاد کرده و آن را غیر معقول خوانده بود. با گفته نخست وزیر ازبق بریتانیا، خروج نیروهای امریکایی از افغانستان باعث تشویق گروه‌های جهادی خواهد شد
و از این وضعیت روسیه، چین و ایران استفاده خواهند کرد. بسم الله محمدی، وزیر دفاع سابق افغانستان گفته است به زودی تمام نیروهای کماندویی که با اسلحه های دستداشته خود در کشورهای همسایه عقب نشینی کرده بودند با چرخبالهای سابق نیروی هوایی کشور برای آغاز جبهات جدید در مقابل ترورستان پاکستانی دوباره در ولسوالی های شمال کشور فرستاده و جابجا می شود. مارشال عبدالرشید دوستم از احمد مسعود حمایت نمود. گفته می شود جبهه مقاومت در ولایت سمنگان، دایکندی و اکثر ولایت ها شکل گرفته است. حمله داعش در عراق جان 7 پلیس را گرفت. در پی حمله تروریستی گروه داعش در شمال عراق 7 پلیس جانهای خود را از دست دادند. روزنامه شفق این خبر را به نشر رسانده است. بر اساس گزارش داعش بالای پلیس عراق در روستای تلستی از توابع رشاد واقع در جنوب غرب شهر کروک حمله کردند. بر اساس این گزارش در حمله داعش 7 تن از نیروهای پلیس فدرال کشته و شماری نیز زخمی شدند. این گزارش می افزاید عناصر داعش مسیر منتهی به این روستا را به صورت کامل بمبگذاری کرده بودند، به طوری که نیروهای کمکی نمی توانستند خود را به محل حمله برساند. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و اسلحه های پراگنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق فعال هستند. نیوزک، ترامپ در نظرسنجی ها از بایدن پیشی گرفته است. تازه ترین نظرسنجی ها در امریکا از برتری حداقل رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بر رئیس جمهور کنونی این کشور حکایت دارد. به نقل از فارس، در حالی که گمانه‌زنی ها در مورد حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در انتخابات سال 2024 همچنان در حال افزایش است، یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در حال حاضر در رقابت فرضی در وضعیت نامطلوب قرار دارد. با نوشته هفته‌نامه نیوزیک، نظرسنجی انجام شده توسط کالج امرسون از 3 اگست تا 1 سپتامبر نشان داد که ترامپ در رقابت رودرو با بایدن برتری بسیار کم کسب کرده است. در حالی که 46% از رای دهندگان از بایدن حمایت کردند، ترامپ نیز 47% آرا را کسب کرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. روزتان خوش.